اسم این داستان هست چرخ لاستیکی. اون موقع ها که خیلی هم دور نیست، بچه ها وسایل بازی زیادی نداشتن، مخصوصا کسایی که پول کافی برای خرید اسباب بازی نداشتن. اونا بچه هاشون مجبور بودن با چیزا و وسایل مختلفی خودشون رو سرگرم کنن. بریم ماجرای این دفعه رو که در مورد همین موضوع بشنویم. وقتی هنوز 5 سالم نشده بود، نزدیک جایی که مردم وسایل قرازشون رو میریختن زندگی میکردن. این ماجرا مال قدیمه. اون زمان این ماشینای جدید امروزی وجود نداشتن. اونجا که وسایل قرازه و به درد نخور بود، همیشه مقداری چرخ ماشین به درد نخورم بود. من و دوستم هری عاشق اونجا بودیم. هیچ وقت نمیدونستیم چی پیدا میکنیم، به خاطر اینکه چیزای مختلفی بود، مثل جعبه های چوبی و حلبی، قوطی های جالب که خیلی هاشون خراب بودن، صندلی های شکسته و میزایی که فقط 3 تا پایه داشتن و یه عالم چرخ ریخته بود. هر وقت میرفتیم اونجا با قوطی ها و جعبه ها کیف میکردیم. سعی میکردیم میزای 3 پایه رو که نمیستادن تعمیر کنیم. بعد چرخی رو انتخاب میکردیم و مسابقه میدادیم. هرچی چرخ بزرگتر بود بهتر بود. همیشه صورت دوستم هری پشت چرخی که تو خیابون میچرخوند قایم بود و دیده نمیشد. یه وقتایی هم به پسر دیگه میرسیدیم که برعکس جهت ما چرخش رو میچرخوند. معمولا ما از چرخامون کوچیکتر بودیم، چیزی نمیدیدیم و چرخا به هم میخوردن و بام بیول میشدن روی زمین و ما میستادیم و به هم اخ میکردیم. اون میگفت تو چرخم رو انداختی؟ ما می گفتیم نه خیرم، ما ننداختیم، تو مال ما رو انداختی. و خلاصه دعوا می شد. اون روزا کم پیش می اومد که آدم بزرگا الکی دور و بر بپلکن. خیابونا فقط پر از پسر بچه هایی بودن که چرخهای خیلی بزرگشون رو میچرخوندن. بعضی وقتا توی سر و زیری کنترلمون رو از دست میدادیم. چرخا تندتر از ما میچرخیدن و اگه دنبال آدم بزرگ بیچاره‌ای میکردن، اون وقت ما یا باید دنبال اونا میدویدیم یا اینکه فقط فرار میکردیم. روز که تموم می شد و مجبور بودم به تختم برم، همیشه مشکل قایم کردن چرخم رو داشتم. چرخم 2 تا دشمن داشت. یکی پسر همسایه بود که اونو برای خودش می خواست. اگه چرخ و زیر پرچین پشت باغ قایم می کردم، وقتی مادرم منو ساعت 6:15 صبح بیدار می کرد، مادر اون 6 صداش می کرد. اون یه رو وقتش که بگرده و اونو پیدا کنه. بعد اونو کنار در بغلی می برد و زیر پرچینش قایم می کرد و صبح روز بعد دعوای دیگه ای را می افتاد. می گفتم این چرخ منه. اون می گفت ثابت کن و من هیچ وقت نمی تونستم ثابت کنم. اگه میگفتم چرخم چرخ موتورسیکلت بود، میگفت چرخ منم مال موتورسیکلته. اگه میگفتم مال من، چرخ یدکی بزرگیه که روش علامت داره، اونم همینو میگفت و بعد دیگه چرخم رو از دست داده بودم. دشمن دیگه چرخم پدر و مادرم بودن. پدر 100 بار به من گفته بود که نمیخواد زیر پرچین چرخای کهنه کثیف پیدا کنه. مادرم گفته بود که از شستن دستای کثیفم بعد از اینکه تمام روز چرخای مزخرف کثیف رو توی خیابونا چرخوندم خسته شده. چرخای کثیف؟ چرخای کثیف مزخرف؟ این چه طرز حرف زدن درباره چرخای منه؟ باید خانم گروبل به مادرم گفته باشه که من چقدر زبلم. اون باید گفته باشه که پسرک شما بلده چجوری چرخو کنترل کنه. باید بهش افتخار کنید. من داشتم تماشا میکردم، لنگه نداشت، بی‌نظیر بود. بعضی وقتا خوشحال بودم.
چون این چرخ استثنایی رو داشتم که صحیح و سالم مخفی شده بود و من میتونستم توی تختم دراز بکشم و به اینکه فردا اونو توی خیابون میچرخوندم فکر کنم. بعضی وقتا هم بدبخت بودم چون چرخم از دستم رفته بود و مادرم میگفت که حق ندارم برم و یکی دیگه بیارم. اون میگفت نه خیر، نمیشه امروز بری اونجا، حرفش هم نزن. مادرم که منو برای دیدن اونتی هیلیا در اون بعد از ظهر آماده میکرد، صورتم رو نگاه کرد و گفت فکر میکنی بعد از شسته شدن صورتت میشه فهمید این صورت همون صورته؟ احتمالاً من کثیف‌ترین پسر دنیا بودم. میگفت خدا میدونه هیلدا چی فکر میکنه، اما من میدونستم اون چی فکر میکنه، چون همیشه میگفت من میبخشم، پسرها غیر قابل کنترلن، فکر میکنم اگه شامتون رو حاضر و آماده بگذارین بازم کثیف کاری میکنن. خب بچه‌ها، تا اینجای قصه رو شنیدین، ولی این ماجرا ادامه داره. جلد دوم کتاب صوتی چرخ لاستیکی رو بشنوین تا ببینید ماجرا به کجا می‌رسه.